ساکن شهر کربلا تو حسین، راه زیبای تا خدا تو حسین، مطمئنم که عاقبت روزی می کشی اربعین مرا تو حسین. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزیده رهنمای، بر رسم همیشگی با تقدیم دستگلی از صلوات بر جمال نورانی خاتم پیغمبران و خاندان برگزیده و پاک ایشان و عرض سلام و درود و احترام ویژه محضر یکایک شما نازنین همراهان رسانه جهانی هادی آغاز میکنیم برنامه به وقت بیداری را، البته امشب با کمی تأخیر. عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکلات تکنیکی که پیش آمد، ولی خدا را شکر که اینجا هستیم و در محضر شما عزیزان خدمت رسانی میکنیم. امروز مصادف بوده با شهادت امام حسن ابن علی المجتبی علیه السلام و جا داره تسلیت عرض کنیم این شهادت جانگداز محضر یکایک شما مؤمنان عزیز. امشب هم با برنامه به وقت بیداری در محضر شما با افتخار همراه جناب استاد موسوی عزیز هستیم. استاد عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر. و علیک السلام، عرض درود و سلام محضر شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما هست. بسیار تشکر استاد عزیز، خیر مقدم عرض میکنیم، تسلیت عرض میکنیم. شام شهادت امام حسن ابن علی المجتبی علیه السلام و انشاءالله که امشب هم بتوانیم مانند برنامه قبل همراه عزیزان همراه از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنیم. استاد عزیز، با توجه به اینکه ما چند جلسه هست که در شبهای یک شنبه در مورد فضیلت، آداب و آثار زیارت از حضرت عالی چیزهای بسیار ارزشمندی را شنیدیم و یاد گرفتیم، در تتمه بحث آداب زیارت با توجه به اینکه در این روزها بسیاری از عاشقان زیارت آقا عبدالله حسین علیه السلام در تدارک این سفر بسیار نورانی و مهم هستند، از شما میخواییم که از ملزومات این سفر برای ما گپ بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض تسلیت داریم شهادت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام رو که روایت معتبری بر شهادت اون حضرت در روز هفتم ماه صفر وجود داره، گرچه که مشهور آخر ماه صفر هست که با شهادت پیامبر اعظم، رحلت پیامبر اعظم بنابر تعبیری خب یکی هست. من عرض تسلیت دارم و امیدوارم که انشاءالله بتوانیم امشب در محضر شما بزرگواران بینندگان عزیز مطالب که به درد سفر اربعین مخورد رو تقدیم بکنیم. در رابطه با آداب زیارت در روزهای گذشته مطالبی رو در جلسات قبل عرض کردیم، اما ملزومات سفر اربعین، خب این ملزومات یعنی چیزایی که لازمه در سفر اربعین ما رعایت بکنیم، حالا چه از جمله آداب زیارت باشه چه نباشه و چه وجهه شرعی داشته باشد یا نداشته باشد. یک سلسله ملزوماتی هست که ما باید در سفر زیارت اربعین رعایت بکنیم، ولی با توجه به این که این بحث خیلی یک بحث وسیعیه، ما همون مواردی رو که وجهه شرعی و دینی دارد و لازم هست رعایت بکنیم، همونا رو تذکرن خدمت دوستان و بینندگان عزیز عرض میکنیم. البته استاد عزیز، همه همراهان پروپا قرص برنامه های رسانه جهانی هادی با وجهه و سابقه شما در بحث احکام کاملا آشنا هستند و انشاءالله ما امشب میخواییم که کمی بحث شرعی و احکامی داشته باشیم در مورد بحث زیارت اربعین. ولی قبل از اون پول ارتباطی رو من اعلام بکنم، باسم دخمش بخواییم. مثبت 964-780-255-40-13 در اختیار شما بزرگواران هست، بارها و بارها زیرنویس خواهد شد و از این طریق میتونین نظرات خودتان، سوالات خودتان و دلنوشته هایی که دارین با ما در میان بگذارین. جناب استاد، در مسیر شما هستیم. ملزومات شرعی سفر اربعین، اولین چیزی که باید ما مد نظر داشته باشیم این است که راهپیمایی زیارت اربعین یک گردهمایی بسیار با شکوه جهانی و بین المللی است که به لطف خدا میلیونیه، 20 میلیون جمعیت، 15 میلیون، 18 میلیون جمعیت، 25 میلیون جمعیت، این دیگه در نوع خودش بی‌نظیره. ولی خب خود همین ازدحام جمعیت
یک سلسله بایدها و نبایدهای شرعی رو به وجود میاره که ما باید بهش توجه داشته باشیم. یکی از اون بایدها و نبایدها مسئله اختلاط، مخلوط شدن محرم و نامحرمه. سوال شاید اینجوری بپرسن که آیا در اربعین هم لازمه که مثلا حریم بین مرد و زن نامحرم رعایت بشه یا نه، اونجا دیگه ما آزادیم. عرض میکنیم که زیارت فی نفسه مستحبه، ولی رعایت مسائل حلال و حرام بین محرم و نامحرم، اینا رعایت اینها واجبه و تعدی و تخلف از این احکام که در رابطه با محرم و نامحرم آمده اینا حرامه. لذا هیچ وقت یک حکم مستحبی نمیتواند یک حکم الزامی رو بردارد. یک حکمی که در قالب وجوب یا در قالب حرمت آمده توسط حکم استحبابی برداشته نمیشه، از بین نمیره. والا با همدیگر تزاحم بکنه مثلا، اینجا ما نمیتونیم، یعنی عند تزاحم به تعبیر ما طلبه ها باز حکم الزامی مقدمه. ما باید ببینیم که آیا اینجا خدای نکرده حرامی مرتکب میشیم یا نه. اگر واقعا میبینیم که در اون ازدحام جمعیت مشکلی به وجود میاد، باید رعایت کنیم. پس خب همیشه اولویت ما واجب است، واجب و حرام و ترک حرام. بله. خب در اینجا ما چی میخواستیم بگیم؟ ما میخواییم بگیم این که بانوان گرامی، بزرگوارانی که شما به سفر اربعین تشریف آوردید، مواظب باشید که اون وقتی که ازدحام جمعیت زیاد هست در اون سیل جمعیت قرار نگیرید. چون ما دیدیم دیگه، شما هم دیدید، انشالله امسال هم میبینید. وضع طوریه که دیگه انسان دست خودش نیست، با اینه که همه اونجا مقیدن و من اونجا دیدم دیگه، یعنی افراد خودش رو به سختی مردها نگه میدارن که به این بانو برخورد نکنه. واقعا آفرین، آفرین به شیعیان با غیرت و پاک دل و پاک چشم که آدم اونجا میبینه. حتی گاهی آقا دوستات راه باز، بله راه باز برای بانوان که راحت‌تر، خدا خیرشون بده، خدا خیر شما رو بده که این مسئله رو گفتید. که اگر ما میبینیم 5-6 نفر از این خانم ها گیر افتادن، یک کاری بکنیم که اینا بتونن عبور کنن. و ما دیدیم بسیار اتفاق افتاده این فرمای شما و این یک از وظایفه. پس بانوان گرامی سعی کنن داخل ازدحام جمعیت وارد نشن. شاید بگین آقا اگه اینجوری باشه پس اصلا نباید برن. برن، اما با یکی از محارم، حتی المقدور با یک محرمی همراه شود. یا اگر محارمشون 2-3 نفرن، همه با هم برن، طوری که این خانم در حصار خود محارمشون باشه و بین نامحرما اونجا زیر دست و پا گاه ممکنه بشه، حتی چون جمعیت زیاده و این میخواد خودش رو حفظ بکند، ممکنه بیفته زمین، بیفته دیگه خلاص، خیلی اذیت میشه. لذا این نکته اول که حتما باید ما این مسئله رو در نظر داشته باشیم. نکته دوم در رابطه با اینه که زائرین محترم از صحبت‌ها و گفتگوهای غیر ضروری، شوخی ها و مزاق هایی که اصلا نباید در هیچ جا انجام بگیره، مخصوصا در سفر اربعین با خادمین مواکب، با همراهان، با همکاروانی ها اجتناب کنه. با میزبانان عراقی آره، این گفتگوهای غیر ضروری رو ترک کنه. گاهی وقت مثلا زائری آمده، حالا 1-4 کلمه هم عربی بلده، مخ طرف رو به کار میگیره، هی با او شروع میکنه حرف زدن. خب اون طرف آمده میخوای خدمت کنه، چه ضرورتی داره که ما هی اون طرف بخوایم صحبت کنیم؟ بله تقدیر و تشکر باید داشته باشیم، انسانیت خودمون رو باید نشان بدیم، اما شوخی های غیر ضروری مخصوصا از طرف خانم ها با اونها بسیار قبیح میبینن. حالا در بعضی از شهرها ممکنه یه چیزی طبیعی باشه، اما مردم عراق، مردم عرب بانوان رو محجبه تصور میکنن، چون اونها همه شیعه مسلمانن و مقیدن به برنامه های شرعی. لذا از این صحبت ها و مزاح ها و شوخی ها اینا هم انشاءالله اجتناب بشه. حتی اگر کسی شوخ طبع است در خانه و در شهر خودش در ایام اربعین، باید رعایت کنه. گاهی وقت بلند مثلا داخل اتوبوس میخندن، چیه ای آقا با واقع شوخی کرد؟ خب اینا ضرورتی نداره. البته نمیگیم که آقا از همینجا مثلا تا اونجا سینه بزنن گریه کنن، گرچه که وظیفه همین هست که آدم حالت عزاداری رو در مسیر زیارت اربعین داشته باشه. اونجا که زینب کبری سلام الله علیها بر اون نقل مشهور آمده، حضرت چی وضعی داشتن، چه گریه‌ای داشتن؟ بله اشاره کردیم که عزادار بود. اصلا زیارت اربعین تلفیق از عزاداری و زیارته، اینو باید ما در نظر داشته باشیم. نکته بعدی پرهیز از آرایشه. آرایشی که متاسفانه در بین مهاجرین افغانستان، بین شهروندان افغانستانی یا شهروندان ایرانی رسم شده متاسفانه،
این خیلی جاها یا افراد دیگه فرق نمیکنه، از هر کشوری که باشه این خیلی کار قبیحیه، دیده میشه گاه وقت حتی صاحب مواکب تذکر میده که خانم محترم شما اینجا به زیارت آمدی، این آرایش ظاهر چیه؟ استاد در مورد آرایش ما بیشتر از شما خواهیم شنید، البته همراه عزیزان در اتاق فرمان میشیم، میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم در محضر شما استاد بزرگوار و همه شما همراهان هستیم. زمانی که ما به زیارت ائمه میرویم و با آنها سلام میدهیم، بله آنها صدای ما را میشنوند، چون ما دلایل نقلی زیادی داریم که در قرآن کریم آیات متعدد و در اخبار متواتر ثابت شده اند که زمانی کسانی که میمیرند و از دنیا میروند، آنها در عالم برزخ و سر میبرند و زنده اند نمردند، و به خصوص کسانی که در راه خدا شهید شدند آنها هم حیات برزخی دارند، که مثلا در قرآن کریم در یک آیه آمده است که میگه هرگز تصور نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند آنها مردند، بلکه آنها زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی میکنند. وقتی ما به زیارت معصومین مشرف میشیم آنها از حال ما آگاه است، مستحب است که در سلام نماز بگوییم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر پیامبر صدای ما را نمیشنید و مخاطب قرار دادن آنها کاری بیهوده بود، که چنین نبود که ما را پیامبر به کاری بیهوده امر فرماید. تقرب بین یعنی زائر و زیارت شونده هستند و یعنی زائر وجود شخصیت الهی خود را می‌یابد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که زائرین امام حسین علیه السلام برتری خاصی نسبت به مردمان دیگر دارد. 40 سال قبل از آنها داخل بهشت می‌شود، در حالی که دیگران از مردمان در حال حساب دادن است. و در مورد برکات و آثار اهل قبور در دنیا، نظر من این است که هر کس که به زیارت میره هم حاجت میطلبه هم شفاعت، و امام حسین یا هم دیگر ائمه هر دویشان رو بهش میده، هر چی که ازش بخواد میده، پس این یک از آثار و برکات زیارت و اهل قبور میشه. من که شاگرد دینیت باشم، عاشق هم نشینیت باشم، میدهی تو اجازه ام آقا زائر اربعینیت باشم. عرض درود و احترام مجدد محضر یکایک شما بزرگواران. هرچند امشب دقایق بسیار کمتری در محضر شما بزرگواران هستیم، اما از ابتدای بحث امشب جناب استاد موسوی عزیز فرمایشات بسیار مهم و دستورالعمل‌های شرعی بسیار حائز اهمیتی را برای ما عنوان کردن. من پیشنهاد میتونم به شما بزرگواران که اگر از ابتدای برنامه همراه ما نبودید، حتما در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب این نکات دوباره مرور کنید، و به همه عزیزانی که قصد زیارت اربعین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه امسال و چه در سالهای بعد رو انشاءالله دارند، حتما پیشنهاد بدین تا این برنامه رو ببینن. مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی شما هست با برنامه های خودتان در رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری. جناب استاد موسوی عزیز، بحث ما در مورد آرایش کردن خانم ها در حین زیارت اربعین بود. عرض کردیم که یکی از چیزایی که باید پرهیز بکند زائر و نباید مرتکب بشه این است که آرایش نکنند تو این مسیر زیارت. ما برای عزاداری و تشرف به محضر امام معصوم میریم و شهدای کربلا، بنابراین تناسبی نداره. در بعضی از کشورها این عدم تناسب دیگه از بین رفته، یعنی حتی در تعزیت هم که میان آرایش میکنه. این خیلی قبیحه. مردم عراق بسیار زشت میدونن این کار رو. مسلمانان، مؤمنینی که اونجا هستن، عرض کردم خودشون عزادار میبینه، مخصوصا در بهداشتی ها، در توالت ها، اونجاها دیده میشه، مثلا توی جایی که وضو میگیرن، وضو خانه ها، دیده میشه که بعضی از ملزومات آرایش اونجا جا میمونه، یا بعضی ها رو میبینن که در حال آرایش کردنن، یا ابروی خودش میچینن، یا رنگ میزنن، لاک میزنن به ناخناشون. اینا خیلی کار قبیحیه. اینایی که ما میگیم چون به ماها تذکر دادن، گفتن که آقا اینا رو بگین به این مردم که این زیارت کربلا، زیارت اربعین، این موارد رو رعایت کنن. ما برای زیارت و عزاداری داریم میریم، پس بنابراین انشالله این مطلب رو هم رعایت بکنیم. استاد شاید سوال پیش بیاد برای عزیزان که در چه محدوده ای ما میتونیم عنوان کنیم که خانم آرایش کرده یا این خانم آرایش نکرده، چون با توجه به گرمی هوا در عراق و این ایام زیارتی و شاید نبوده بالاخره
لوازمات بهداشتی به موقع، شاید از کریم های ضد آفتاب استفاده شود، شاید گاهی اوقات از دیگر لوازم بهداشتی به ضرورت استفاده شود. آیا اینها هم جز آرایش اونا نه دیگه، اونا عرف اونا رو آرایش نمیبینه. اینکه ضد آفتاب استفاده بکنه به خاطر محافظت از پوست و از نظر عرف آرایش محسوب نمیشه و اشکال نداره. یکی دیگر از مواردی که باید حتما عزیزان رعایت بکنن اینه که حتی اگر چادری نیستند در سفر اربعین با خودشون چادر بردارن. چرا؟ به خاطر اینکه سفر اربعین زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. منظور اینه که وقتی شما داخل حرم ائمه علیهم السلام میرید چجوری میرید؟ قشنگ چادر دارین که از سر تا پا تا قدم پوشیده. و حتی در مسیر راه اگر این بانوان فرض کنید که تزیین و زینتی در صورت خودش داره، لازمه و خیلی بجاست که از پوشیه و روبند استفاده کنه. شاید بگین هی آج آقا چقدر سخت میگیرین، سفر اربعین باید وزانت و شخصیت و نجابت بانوان شیعه رو به نمایش بگذاره. یک فرهنگ، بله یک فرهنگ سازی برای رعایت حجاب کامل باید انجام بگیره. خیلی خیلی این نکته مهمه که متاسفانه بعضی از بانوان توجه به این جریان ندارن و کار بسیار بسیار سبوکی انجام میدن با مانتوی چسبان یا با مانتوهای حالا بلند مگر باشه. اینا صلاح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما خودمون در محضر ما معصوم میبینیم. از همون خانه که حرکت میکنید خانم های گرامی، حتی اگر چادری نیست نیت کن که خدا برای شما فلان حاجت شما رو بده، به همون نیت این چادر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که نماد یک زن مسلمان هست بر سر داشته باشه. الان تو کشورهای غیر اسلامی هر جای خانم محجبه رو میبینیم میگن این مسلمانه. چرا؟ که این شده شعار اسلام و یکی از نمادهای مهم زن مسلمان. اینه میشالله رعایت کنن. دختر بچه های بچه که ظاهر هستن بله بله. بسیار هم شیرین هستی زیارت بر اینها، حتی بر اینها به نظرم باید یک رعایت احسن. احسن. بله. بر اینها هم لازمه که به هر حال لباس های متناسب با این سفر اربعین تهیه بشه، یعنی فرهنگ سازی بشه بر اینها، چادر بدن، عرض کنم خدمتون که شلوار مناسب، لباس مناسب. یک وقت اینا رو با لباسای چسب و تنگ و یا شلوارک و اینجور مسائل به راه نکنن. خیلی نکته خوبی بود اشاره فرمود، خدا خیرتون میده. اینم انشاءالله حتما باید رعایت بکنن. یکی دیگر از نکاتی که بازم به تجربه دیده شده که خیلی ها متاسفانه رعایت نمی کنن، مسئله نظافت شخصی و بهداشت عمومیه. یعنی این طرف که به زیارت اربعین میاد باید توجه داشته باشه که چی چیزهایی برای نظافت شخصی این آقا لازم میشه و توجه داشته باشه که برای بهداشت عمومی و اجتماع چه مواردی رو باید رعایت بکنه. این حتما خیلی از این موارد واجبه و رعایت نکردنش حرام شرعیه. مثلا بعضی وقتا دیده میشه این خانم فرض کنید که بچه خودش رو پوشکش رو میکنه بدون اینکه رو جمع بکنه تو سطل زباله بندازه میذاره یک گوشه ای. بعد ازدحام جمعیت خوبی زیر دست و پا میره. خیلی کار بدیه. با خودتون پلاستیک از خانه زیاد بردارین اگه بچه کوچیک دارین. اگر وقتی پوشک بچه رو برداشتی بذار توی پلاستیک، بذار توی سطل زباله. بله. یا دستمال کاغذی رو استفاده کرده میره زن دور. کل این لوازم پسمانده هایی که از ما تولید میشه اینا رو باید توجه داشته باشیم که به سطل زباله برسونیم که شهر کربلا و مسیر راه زائر ابوعبدالله الحسین علیه السلام تقریبا تمیز باشه. بله. نه این که بگیم کاملا تمیز، چون نمیشه در اون جمعیت. بالاخره بعضی ها ممکنه اصلا حوصله نداشته باشه، خسته باشه، به هر دلیل این پسمانها رو ممکنه این طرف و طرف بریزه، ولی ما باید رعایت کنیم تا جایی که امکان داره. استاد با توجه به اینکه ما کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه امشب در محضر شما هستیم، یک نکته بسیار ضروری هست که حتما یادآوری شود، اینکه برادران و خواهران ایمانی ما در عراق افتخارشان این است که خدمتگزاری بکنن به زائران اربعین آقای امام حسین علیه السلام در تمام طول سال، نه فقط در بین. و ما باید بری باشیم که از زحمات اینها کمتر کنیم. احسن. و البته سال به سال الحمدلله بهتر شده وضعیت با توجه به فضای مجازی، با توجه به نکاتی که عزیزان و اساتید بزرگواری مثل شما واقعا یادآوری میکنین، بسیار بهتر شده. ولی باز هم میطلبه که عزیزان دقت کنن و بسیار هم های اهمیت است در خدمت شما. اینا دیگه مجموعه ملزوماتی است که ما خیلی خلاصه در رابطه با
زائر اربعین که انشاءالله ما هم دعا بفرمایند عرض کردیم. بحث بعدی که ما در نظر داشتیم تقدیم عزیزان بکنیم که خیلی خلاصه یک بخشش رو اشاره میکنیم در رابطه با برکات زیارت سید الشهدا علیه السلام بود. یکی از برکات زیارت سید الشهدا علیه السلام که باز در روایات ما آمده مسئله شفاعته. همه ما اینو در نظر داشته باشیم که وقتی به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشرف شدیم، تحت القبه اونجا که دعا مستجاب هست از حضرت بخواهیم که ما را شفاعت کنه. شفاعت چیه؟ شفاعت اینه که ما که وقتی در صحرای محشر قرار گرفتیم و نامه اعمال ما را سنجیدن، دیدن که چیزی توش وجود نداره یا خیلی کم هست، اونجا حضرت بیاد دست همه ما رو بگیره. و در این روایتی که از حضرت رضا علیه السلام هست این چنین آمده که یکی از حقوق امام بر شیعیان و موالیانش اینه که به زیارت قبور اون امام بره. وقتی زیارت قبر رو انجام داد، در حالی که تصدیق میکند همون فواید زیارت رو که در روایت آمده، ایمان داره به اون فرموده امام معصوم که براش بشارت داده است، اونجا در متن روایت این است که حضرت رضا علیه السلام میفرماید که کان ائمتهم شفعاء علیهم، ائمه اینها اینا رو شفاعت میکنه، میاد میگه خدایا از این ثواب های اعمال ما بردار، بده به این شیعه ما که از این مهلکه احتمالی نجات پیدا کنه. خب اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک ضربتشون افضل من عبادت الثقلین هست، یک ضربت امیرالمؤمنین، یک سجده امیرالمؤمنین به همه شیعیان بده کافیه به نظر ما. بس مسئله شفاعت یک مسئله است که هم قرآن اصل و اساس اینو پذیرفته و هم در روایات ما آمده، اما گاه وقت یک شرایط باید باشد، از جمله زیارت قبر امام معصوم. گاه وقت ما زیارت نامه مثل زیارت آل یاسین میخوانیم، زیارت عاشورا میخوانیم، یا زیارت از راه دور داریم، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته، این یک زیارته. اما در این روایت امام رضا علیه السلام میفرماید که از حق امام این است که مؤمنین شیعیان زیارت قبر امام را انجام بده، به زیارت از راه دور زیارت نامه خواندن اینا اکتفا نکنه. اگه فرصت هست من متن حدیث رو اشاره کنم، اگر نیست که انشاءالله که در برنامه های بعد با توجه به انشاءالله زیارتی که در پیش رو داریم و همه ما انشاءالله زائر باشیم چه از بعید و چه از نزدیک، در خدمت شما استاد گرامی خواهیم بود و از شما خداحافظی میکنیم. این شاید یکی از مهمترین و بهترین برنامه هایی بود که برای خود بنده در خدمت شما بودیم. انشاءالله که مورد توجه همه بزرگواران هم واقع شده باشه. شما انشاءالله مشرفید، ما رو دعا کنید انشاءالله. سلامت باشید، از شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید. همه شما بزرگواران، شما عزیزان، شما مؤمنانی که برنامه امشب دنبال کردین، دقایق بسیار کوتاهی در محضر شما بودیم، اما اگر بار دیگر از طریق رسانه هم دیگر رو ندیدیم، انشاءالله در کربلا، نجف، سامرا یا کاظمین شما رو ببینیم.